بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و روز بخیری دارم خدمت شما معسلین گرامی. امید از که خوب و خوش باشین و دور از کرونا باشین. به سلسله درس های قبلی که من خدمت شما ارائه کردم، امروز راه های هدر رفت و راه هایی که عناصر غذایی از خاک از دست میره و چرخش مواد غذایی چینه مواد غذایی موجودات زنده ای که در از مواد غذایی که در خاک وجود داره استفاده میکنن و چه قسم مواد غذایی و یا عناصر در خاک برمیگردونن، اینا از جمله موضوعاتی که امروز خدمت شما پیش میبریم. امید از این که موضوعات برای شما قابل فهم باشه و شما در کنار از این سلاید میشه که چپتر رو بگیرین و چپتر رو مطالعه بکنین. من میفهم چپتر رو در شما قرار گرفته یا که نگرفته. خب به هر صورت چپتر مو منبع درسی شما نه و شما میشه که از او استفاده بکنین. ببینین چرخش مواد غذایی میگه به تبادل عناصر غذایی میان موجودات زنده و اجزای بیجان در یک اکوسیستم خود از چرخش مواد غذایی. حالا این تبدیل و نقل و انتقالات، گرفتن و پس دادن و یک قسمت استفاده کردن و دوباره برگرداندن بین موجودات زنده و اجزای بیجان در یک اکوسیستم خود از چرخش مواد غذایی میگه. یعنی به این معنا که بعضی از این ارگانیسم هایی که در خاک از عناصر استفاده میکنن و از مواد عضوی در خاک استفاده میکنن و دوباره اونها را باز پس بر میگردانن در خود خاک، یعنی می پروسه را در بین خاک چرخش مواد غذایی میگن. و یا ای که دیکامپوزر ها و یا تجزیه کننده ها باعث تجزیه مواد عضوی میشن و یک قسمت را استفاده میکنن و دوباره پس اونها را به خود خاک بر میگردانن. یعنی می پروسه را پروسه چرخش مواد غذایی در خود خاک میگن. میگه در این تبادلات دو پروسه مهم میگه دخالت داره در خود این چرخش مواد غذایی. یک پروسه تثبیت مواد، یعنی جذب عناصر به وسیله ارگانیسم، که در این پروسه عموما موجودات زنده، کرم های خاکی و میکروارگانیسم ها مواد عناصر جذب میکنن. یک مثال خیلی خوب میخوایم برای شما بزنم، نمیفهم شما معلومات دارم در رابطه به ورمی کمپوست یا نه. اخیرا دنیا بیشتر از استفاده میکنه. تفاوتی که با کمپوست معمولی داره ورمی کمپوست اینه که از مواد زاید و یا مواد فضوله خود کرمای خاکی که پرورش میدن همی ورمی کمپوست به دست میاد. در اکثر کشورها لرگزی استفاده میکنن و استفاده های مختلف داره. کرما رو میگیرن پرورش میدن، کرمای ازوتوفیلا فکر کنم یک از کرمای سرخیه، ورایتی های مختلف داره و اینا تحت شرایط مختلفی هست و می آلایند های محیطی زیستی حالا مواد عالی، مواد بیشتر مورد استفاده از این بقایای حیوانی، بقایای نباتی، فضلات شهری و حتی فضلات صنعتی تا اندازه که مثلا کارخانجات نوشیدنیار که تولید میکنه، حالا کارخانجات که اصاره گیری از میوجات دارن و زینه های که ای کمپوست میشه و این کمپوست به عنوان مواد غذایی در دسترس نبات، در دسترس ازی کرمهای خاکی تحت یک شرایط قرار میگیره و خود ازی به مدت یک مدو مسم و چار ما ای همی مواد کمپوستر و یا این مواد بقایای فضله حیوانی یا مواد حیوانی، کود حیوانی و یا فضلات اینها رو میگیره، تجزیه میکنه و از او استفاده میکنن و دوباره پس ایره به اونو به مثل ساختمان گرانوله و یا یک ساختمان های خورد کوچیک کوچیک که
تولید میشه که ایره به نام ورمی کمپوست میگن، که بیشتر استفاده از این به گلخونه ها و بیشتر مثلا به سبزیجات و در باغ و اکثر مزارع و اکثر کشت ها بیشتر از ورمی کمپوست استفاده میکنن و ارزش غذایی از این از لحاظ عناصر غذایی نسبت به سایر کودهای کیمیاوی، نسبت به خود کمپوست ها، کمپوست هایی که ما معمولی تولید میکنیم و نسبت به کودهای کیمیاوی، کودهای حیوانی و غیره، میتونم بگم درصد عناصر غذایی از این بالاتر است و در پروسه اصلاح سازی بافت خاک و ساختمان خاک سهم بیشتر میگیره و مورد توجه اکثر دانشمندانی که در بخش زراعت کار میکنن اخیرا قرار گرفته و یک پروسه خیلی خیلی جالب و خیلی دوامداریه و به طریقه های مختلف میشه که کرمای پرورش داد و از مشتقات تیزی استفاده کرد، حالا از خود کرم خود زی پرورش میکنه و دیگه از چای کمپوست داره، از او استفاده میشه در جهت کنترل حشرات و از خود از این کمپوست به پیمانه های مختلف در زراعت این اسمان. دقیقا نمیگه که پروسه جذب عناصر مواد معدنی و جذب عناصر معدنی به وسیله ارگانیسم های که از این پروسه خارج نشم که این موضوعات نمونه. باز در رابطه به ورمی کمپوست اگر بشه یک سمینار باز ارائه میکنن در ساعت خود پانزه باز به همین کرونا از بین بره، باز بیشتر معلومات احتمالا که شریک میکنم با اگر همین شرایط سنف فرمزه بشه. دیگه در این پروسه خود چرخش گفتم که دو پروسه مهم دخالت داره، یکی که جذب عناصر و دیگه پروسه معدنی شدن که در آن مواد عضوی به عناصر معدنی تبدیل میشه و دوباره پس برمیگرده. عمل معدنی شدن عمدتا به وسیله میکروب های تجزیه کننده صورت میگیره و دوباره برگشتن در اصل. حاصل خیزی خاک میگه در اکوسیستمی که گردش مواد غذایی وجود داره به مراتب بیشتر از حالت یک چرخش عناصر غذایی وجود نداره. هر آنچه که چرخش عناصر غذایی در یک اکوسیستم بیشتر باشه، خاک فعالیت موجودات زنده در خاک بیشتر باشه، خاک ما و شما حاصل خیزتر. این گفت هر ایجو اخبار باشنه. مواد عضوی خاک از ترکیبات متعدد از قبیل چربی، کربوهیدرات و پروتین ها، لیگنین ها و حتی سایر مشتقات تشکیل شده. وجود این ترکیبات در درون خاک باعث تحریک شدید موجودات زینه بده که تقریبا کلی موجودات خاک میتونن کربوهیدرات و پروتین ها تجزیه کنن. لیکن قرار شده است ببینین خود مواد عضوی خاک میگه از ترکیبات متعدد مثل چربی ها، کربوهیدرات ها، پروتین و سایر از این مشتقات تشکیل شده که اینها خود از این موجودات زنده را باعث از این میشه که تحریک بکنه و فعالیت از اینها را افزایش بده که تقریبا میتونیم بگیم تمام این موجودات خاک میتونن که از این کربوهیدرات ها و از این پروتین ها و از این مشتقات تر تجزیه کنن و اینها را به مصرف خود برسنن که حتی میتونیم بگیم در بعضی از نباتات نمیتون استفاده بکنه از شحمیات و از کربوهیدرات هایی که خود در خاک وجود داره و خود از این موجودات کوچک که در خاک هست و میکروارگانیسم ها اینها باعث از این میشه که از این استفاده بکنن و اینها را خیلی سریعتر تجزیه بکنن و با مصرف برسانن و دوباره مواد عضوی از اینها تحت یک چرخه به خاک بر بگرده. لیکن قارچ ها در تجزیه مواد چوبی میگه مؤثر تر است از سایر از اونا. خب یک دیگه این موضوع چی بود؟ خب قارچ هایی هم که وجود داره بیشتر مواد چوبی تجزیه میکنه. دیگه میکروب های خاک هنگام تجزیه و هضم بخواهی یه مقدار کاربن انرژی میدن. بعد خب ببینین یک خود میکروب های خاک که وجود داره اینا
یک مقدار انرژی و کاربن مصرف میکنه و بعد از اینکه دوباره پس اینا از بین میره، مواد غذایی برای ارگانیسم های موجودات دیگر استفاده میکنه. بعد از اینکه اینا خود از اینا به خاطر از اینکه مقدار کاربن و انرژی استفاده میکنن، بعد از مردن دوباره پس همین سایکل از اینا خود از اینا که میمیرن در خاک باز دوباره ارگانیسم های دیگه از اینا استفاده میکنن، مواد تصفیه شده بعد از مرگ موجود زنده به صورت مواد معدنی در میاد و قرار میکنه. شما ایتو میبینید فود چین یا چرخش مواد غذایی که خود از این دیکمپوزرز ها شروع کنیم و این رویم ببینید که تایی که نبات تولید میشه و نبات دوباره از این پرایمری کنزیومر ها استفاده میکنه، سکندری ترد کنزیومر و خلاصه پس دوباره اینها میه به خاک برمیگرده به عنوان کودهای ایوانی و مواد و دوباره اینا این پروسه و میروند ادامه داره که شما در این تصویر هم میبینیم این همو تصویر است و تقریبا این همو و همو روند ادامه داره و باکتری های خاکی است از مواد غذایی استفاده میکنن و دوباره اونا رو تحت یک سایکل پس به خاک برمیگردن. ببینین یک مسئله دیگه که هست به نام رقابت برای مواد غذایی که خود از این رقابت میتونیم بگیم وقتی در خاک وجود میه بین خود میکروارگانیسم ها و گیاهان علیه که این هم باید مورد توجه باشه که خود از این رقابت اصلی از اینها عموما بر سر جذب نایتروژن در خاک است که این هم میشونیم بگیم اگر یک قسمت خود میکروارگانیسم ها نایتروژن جذبم بکنه و او رو دوباره پس به خاک برمیگردونه و استفاده هم که بشه دوباره ای رو به خاک بره، اما در بعضی از قسمت ها با کمبود مواد غذایی مواجه میشن که این کازینه هیه باید مدیریت باشه. هرگاه مقدار زیاد مواد غذایی نسبت به نایتروژن کم به خاک اضافه کرده رشد میکروارگانیسم باید زیاد خرابات شدید بین جذب برای جذب نایتروژن. اگر مگه مقدار مواد عضوی که اینا تجزیه میشه به خاک اینا اضافه بگرده خود از این باعث میشه که معذرت که این تلفن زنگ میزنه قطع کردم. این سافت هم یک حالت هست که وقتی تدریس میکنی بازی استاپ نمیشه، یک استاپ کردی ختم جلسه میشه. خب که رقابت به بین جذب نایتروژن و خود نبات وجود میانه، برای جلوگیری از رقابت بین گیاهان علی و میکروب ها خاک برای استفاده از نایتروژن چندین راه وجود داره. یکی که میتونه میگه مخلوط کردن کای مواد مشابه با خاک اون رو سوزاند و بدین طریق وسیله از افزایش مواد عضوی به خاک جلوگیری به عمل میاد و فعالیت از اونها کمتر میشه جهت استفاده از خود نایتروژن. دیگه در صورتی که بخوایم فرار فوراً گیار بکارین قبل از افزایش مواد که نسبت کاربن از اونها از نایتروژن از اونها بیشتر یا زیادتر است خودداری بکنین و کودهای کیمیایی که نایتروژن از اونها بیشتر او را اضافه بکنین و او خود از او در سال اول اگر از او نایتروژن کود استفاده بکنه و دوباره بقایای سال قبل را تجزیه میکنه و پس این نایتروژن به خاک برمیگرده. و دیگه راههای هدر رفت عناصر غذایی از چند طریق ما میتونیم به راحتی عناصر را از دست بدیم. یکی که فرسایش خود خاک است، از طریق فرسایشی را از دست میدیم. دیگه یک مقدار خود از این توسط گیاه از دست میره که خود نباتی را مصرف میکنه و یک دیگه تصاعد های گازی است که خود از این باعث از این میشه که یک مقدار از عناصر از خاک باعث بشه که اینها هدر بره. و دیگه که خود شستشو و یایی که لچنگ و یایی که میتونم بگم آبشویی باعث از این میشه که خود یک مقدار از عناصر از دست بده. یک فرسایش خاک، فرسایش روی زمین که فرسایش خاک روی زمین را که عناصر غذایی را از فرآیندهای خاکسازی و افزایش کود انباشته شده از بین میبره. ببینین خود فرسایش میبینین وقتی میگیم که هم اتفاق از این طریق فرسایش آبی اتفاق میفته و هم از طریق فرسایش بادی که عموما همون لایه سطحی از خاک و لایه که
حاوی از عناصر غذایی است و یا افق او یا ای که هنوز به افق بی و سی نمیرسه، همون افق تحت تاثیر قرار میده و بیشترین عناصر غذایی جهت رشد و نموی خود نبات میتونیم بگیم که آمونه. و تقریبا خود فرسایش در ناحیه‌ای رخ میده که میتونیم بگیم در سطح خاک است و ناحیه قابل اهمیت برای رشد و نمویه که میتونیم برای از بین رفتن خود فرسایش را کارهای مختلف مد نظر بگیریم که تا اینکه فرسایش ما شما به کمترین حالت ممکن برسه و تا حد ممکن ما بتونیم که از فرسایش جلوگیری داشته باشین، که راهکارهای مختلف هست که شما این مسائل را خوندن و همچنین در سویل کانزرویشن بازی مسائل بحث میکنن. دیگه توسط گیاه از دست رفتن با نگهداری برگردان پسمانده گیاهی به خاک کشتن، یک مقداری هم خود گیاه مصرف میکنه، همین عناصر یه هدر میده دیگه، جهت زنده ماندن و جهت رشد و نموی خود یک مقدار را از خاک جذب میکنه، که این هم راه هایی که مثلا پسمانده گیاهی ممکن است به وسیله خوش شخم مخلوط شده یا به صورت موس در روی سطح خاک قرار بگیره و اگر دامر ما شما بچرانیم که اگر قسمت از اون استفاده بکنه پس مانده از این دوباره پس میتونیم بگیم که بخواد میکنه. دیگه یک دیگه از راه هدر رفت از این پس مانده ها چی تصاعد گازی است. خب از دست رفتن گاز نیتروژن و سلفر رفتن اون به هوا انگامی رخ میده که ماده های گیاهی سوزانده میشد، آمونی هم از خود. ببینید گاهی وقتا ما شما باعث میشه که در سطح زمین سوزاندن بعضی از علف های هرزر انجام میدن که در این خود از این باعث از این میشه که بعضی از گازات از خاک فرار کنه و باعث از این بشه که خاک عناصر خود از دست بده، که آمونی هم از خاک گیا و کود فرار میکنه، میکروب های نیتروت سلفات رو به شکل گازی تبدیل میکنه. دیگه یک پدیده ای که از هم مهمتر است آبشویی است و یا ای که میتونم بگم همه عناصر را از بین میبره که بیشتر عناصر مثل پتاسیم و نیترات و سلفات و ایناها باعث از این میشه که از بین بره و این نوع از بین رفتن میتونم با را با کار بردن کودهای کیمیایی بیروی در زمان نامناسب برای مثال داخل فضای خیس مرتوب در حال رشد نمیشه کاهش داد و این راهکارهایی که شما میتونید از این طریق اینها را کاهش بدین. من اتفاقا به می لحظه گوشیم دو سه مسکال آمده و منتظر هستن، فکر کنم درس ما شما خلاص شده و موضوعات بیشتر از اینها را شما میتونید از داخل چپتر خود دریافت کنید. موفق باشین تا جلسه دیگه که در خدمت شما قرار میگیرم.